ما یک وجب از خاک این سرزمین رو به کسی نمی فروشیم، با هیچ بیگانه سازش نداریم، کمک هیچ بیگانه ای رو نمی خواهیم. تنها چیزی که می خوام من رو در ارتباط ملت ایران قرار بدید تا من به شما بگم که ملت ایران کی هست و چگونه می تونه کشور خودش رو از پس بگیره. من به شما نشون خواهم داد، هموطنان گرامی، شما تفاوت خطابی رو که من از کوروش خوندم و خطابی رو که شاهنشاه آریامهر. درود در شما، بفرمایید گرامی. حتما، درود در شما، حتما. من این مطلب رو دوباره بگم هموطنان گرامی. بله، عرض شود خدمت شما که ما البته با مشکل روبرو هستیم در حال حاضر، مشکلات فنی، و در آینده من این رو برطرف خواهم کرد. در جلسه بعدی این رو میگم، خطابی رو که من از کوروش خوندم و خطابی رو که شاهنشاه ایران در سر گور کوروش خواند با هم مقایسه کنید، ببینید که من چه میگم. من از مرگ استقبال کردن و ایستادن و مبارزه کردن بمانند کوروش و بمانند داریوش رو مطرح میکنم و شاهنشاه ایران، با این که من احترامی بیش از اندازه برای این شاه دارم، از آسوده خوابیدن سخن گفت. ملت ایران مجال آسوده خوابیدن رو نداره. هموطنان گرامی، در 100 سال آینده به شرف سوگند که ملت ایران باید در خیابان زندگی کنه، ترس از مرگ نداشته باشه و ترس از مبارزه رو نداشته باشه و سلاحش رو یک لحظه از خودش جدا نکنه. این سخنه کوروش هست، این سخن داریوش هست. هموطنان گرامی، ما توان آسوده خوابیدن و راحت طلبی رو نداریم، گفت کوروش بزرگ. ای رؤسای قبایل پارس که اجداد شما آزاد میزیستند، بدانی که هر کس راحتی طلب بشود ذلیل خواهد شد و تمام کسانی که با ذلت نابود شدن قربانی راحتی طلبی خود گردیدن. گفت که آزادی و استقلال رو به کسی نمیدن، باید هم آزادی رو گرفت و هم استقلال رو. گفت که برخیزید و در مقابل اهورامزدا و اجدادتان بگید که از من هراس ندارید، میخواهید که با جمهوری اسلامی مقابله کنید. این سخن انجمن پادشاهی ایران هست و این سخن کوروش که خودش در میدان جنگ حلقومش پاره شد. و در مورد ایرانی، اگر شما ادعا دارید که فرزندان کوروش و داریوش هستید، این کوروش هست و اون هم داریوش بود. من وصیت نامه داریوش رو روی خط انجمن پادشاهی ایران گذاشتم. من بالای 600 نوار روی اینترنت دارم از این فرهنگ و از این تاریخ و از این دربدری ملت ایران. یک بار دیگه جمع‌بندی میکنیم و ببینیم اگر تلفنی نبود برنامه رو ختم میکنیم تا برنامه بعدی هم وطنان گرامی، تا ببینیم که از کجا باید شروع کرد، چه باید کرد. و اینجا رسیدیم که شاهنشاه خطابه نادرست رو برای ملت ایران خوند. خطابه نادرست به دست شاهنشاه ایران دادن و ملت ایران رو به اینجا کشوندن. هموطنان ایرانی، هیچ یک از این کشورهای ابرقدرتی که در جهان میبینی سخن شاهنشاه آریامهر رو به زبون نمیاره آسوده بخوابید. خودم آسوده خوابیدن،
اگر آسوده بخوابی آسوده میبرن اموال تو و زندگی تو و دارایی تو. بور غافل مچر در چشم ساران، سخن با طاهر. هر آن غافل چرا غافل براتیر، اگه بخوای بخوابی و آسوده زندگی کنی و راحت زندگی کنی، هموطنان گرامی هم مالتو میبرن، هم ناموستو، هم زندگیتو، هم کشورت رو، هم به قول معروف سرزمینت رو، آواره 7 میلیون در خارج از میهن و هم با هم دعوا. تو خیابون داری میری دوتا ایرانی از روبرو میبینی، تا میبیننت زبون فارسی عوض میشه، یکی انگلیسی حرف میزنه، یکی آلمانی، یکی عربی، یکی ترکی. چرا؟ برای اینکه ایرانیه. چرا؟ این مشکلات تاریخی که خدمت شما گفتم، ملت ایران تمامی مردم جهان در ژن‌هاشون ادامه حیات میدن و زندگی میکنن. ملت ایران هر یک یه ژنی رو به میراث برده، یعنی هم متجاوز به اندازه کافی به این سرزمین اومده، هم غارتگر، هم کشتارگر. توی یه خانواده 8 نفری اگه ببینی، هر 8 رو به روی همه، یکی ژن چنگیز مغول رو داره، یکی ژن تیمور لنگ و یکی علی تازی و یکی نمیدونم فلان نادرقلی و کلف گردن. ولی در حیوانات در واقع راهی در واقع برای این خصوصیت نیست، ولی در انسان هست. ملت ایران باید تربیت بشه. هرگز ملت ایران مجال تربیت نداشت، هموطنان گرامی، حتی در پادشاهی شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ. درود من بر رضا شاه. با اینکه این دو شاه ایرانی بودند، ولی هیچ کدام از اینها نه دولت رو داشتند نه ملت رو، هیچ کدام. هر دو آواره، هر دو در به در. سرنوشت شاه رو نگاه میکنی مثل سرنوشت رضا شاه، سرنوشت رضا شاه مثل سرنوشت لطفعلی خان زند، مثل سرنوشت بابک خرم‌دین، مثل سرگذشت و سرنوشت یعقوب لیث صفار، مثل سرنوشت و سرگذشت یزدگرد سوم و ادامه داریوش سوم و ادامه. هموطنان گرامی، در زمان این دو پادشاه هم ما ایران رو نداشتیم. ایران در دست بیگانه بود، چه به لحاظ کشورهای ابرقدرت خارجی و چه به لحاظ همپیمانان درونی شاه. قاجاریه در ایران قدرت رو در دست داشت. مصدق فرزند قاجارها بود، نخست وزیر بود، صاحب این سرزمین بود. همه میگن امیر کبیر مدرسه دارالفنون درست کرد، دارالفنون رو برای بچه های قاجارها درست کردن، هموطنان گرامی، و برای ملت ایران. ملت ایران نان نداشت، آه نداشت با ناله سودا کنه. این چه که دکتر و مهندس دیدید زمان شاه، شرف سوگن همه بچه های نادرولی و بچه های احمد شاه و مظفرالدین شاه و نمیدونم فلان. تمام دارایی ملت ایران رو اینا تصاحب کردن، بچه هاشون رو فرستادن خارج، دکتر بشو، بیا وزیر بشو، وکیل بشو. رضا شاه هم نه قدرت این رو داشته اینا رو از کار برکنار کنه، نه امکانش رو داشت که کسی جایگزین اینا بکنه. به هر حال موقعی که تو میخوای یه سرزمین رو بسازی، نیاز به تکنوکرات هست، و تنها کسانی که سواد داشتن بچه های قاجارا بودن، دانشی داشتن بچه های قاجارا بودن. در صحنه سیاست قاجارها موندن، و در صحنه در واقع فرهنگی که اعراب از روز نخست وزارت آموزش و پرورش این سرزمین رو در دست گرفتن. حافظ با اون عظمتش که به راستی فرزنده
خلف فردوسی حافظه برای اینکه زبان پارسی بیاموزه مجبور شد که قاضی نامه رو بیاموزه، برای این اسمش رو حافظ گذاشته.